داستان‌های فارسی پودل‌های شاهزاده خانم. وقتی شاهزاده خانم آگاتا فقط 8 سالش بود، دستور داد که اسباب بازی‌هاش مخصوصاً اردک‌های کوچولوش باهاش حرف بزنن. عزیزم، دلبندم، اسباب بازی‌ها که حرف نمی‌زنن، اونا که مثل ما آدم‌ها نیستن. نه، باید حرف بزنن. او چطوره برای چند تا اسباب بازی سخنگو بخریم؟ نه، میخوام این اردک ها با هم حرف بزنن و بازی کنن. پس تو یه حیوان خونگی میخوای؟ حیوان خونگی؟ مثل پودلا؟ موجودات کوچولویی که هر جا بری دنبالت میان، باهات حرف میزنن و کل روز باهات بازی میکنن. بله، مثل پودلا. فرشته کوچولوی من، متاسفم، برای این غیر ممکنه. نه، من پودلامو میخوام. او دلبندم، معلومه که برات پودلا رو میگیریم. ولی بیا معامله کنیم. اگه بتونی ماه رو قانع کنی که امشب بیاد و با ما شام بخوره، پودلا رو میخریم. نظرت چیه؟ چی؟ ما؟ کاملا منصفانه است. اگه چیزی بخوای باید در قبالش چیزی بپردازی. سلام آقای ما، یا باید شما رو عمو ماه صدا بزنم؟ خب پس شما رو عمو ماه صدا میزنم، چطوره؟ خب میدونید یه موضوعی پیش اومده، مامان و بابا میخواین که من شما رو برایشام دعوت بکنم، وگرنه برام پودل نمیخرن و من خیلی دلم میخواد پودل داشته باشم. خب بله، شما امشب به صرف شام سلطنتی تو کاخ سلطنتی ما دعوت شدید. من منتظرتونم و اگه نیاین من دیگه باهاتون حرف نمیزنم. کاملا منصفانه است. اگه چیزی بخوای باید در قبالش چیزی بپردازی. ولی همونطور که حد زدین، ماه نرفت و آگاتا کوچولو دلش شکست. اون شب شاهزاده خانم کوچولو داشت تو تختش گریه میکرد که یهو اتاقش پر از نور شد. آگاتا از جا پرید و مردی رو دید که تو اتاقش ایستاده بود و نور سفید کمرنگی از بدنش ساطع میشد. اون ماه بود. متاسفم آگاتا، نتونستم برای شام بیام. داشتم یکم گرگا رو سرگرم میکردم، میدونی که؟ تو عمو ماهی؟ بله، خودمم. حالا بگو ببینم چطور میتونم برات جبران کنم. من پودلامو میخوام. خب این کاری نیست که نشه انجامش داد. بسیار خوب، پس قبوله. وقتی صبح از خواب بیدار بشی، میبینی که این اسباب بازیه کوچولو تبدیل شدن به پودلات. ولی یادت باشه، اگه یه موقع حس کردی تو خطر بزرگی افتادی، میتونی از این پودلا کمک بخوای. اونا با سحر و جادو بهت کمک میکنن، ولی بعدش برای همیشه به اسباب بازی تبدیل میشن. همونطور که خودت گفتی، اگه چیزی رو بخوای، باید در قبالش چیزی بپردازی. کاملا منصفانه است. گرگا دارن زوزه میکشن، باید هرچی زودتر برم. خداحافظ آگاتا. خداحافظ عمو ما، و خیلی ازتون ممنونم. صبح روز بعد آگاتا با سر و صدای توی قصر بیدار شد. مامان چه خبرش؟ آگاتا وقتی دید اسباب بازی‌های زرد کوچولوش به موجودات زنده تبدیل شدن که سر تا سر قصر میدوئن و همه رو میترسونن، حسابی غافلگیر شد. آگاتا، برو تو اتاقت قایم شو. نگهبانا، اینا رو ببرید. نه، مامان، صبر کن. آگاتا، چولی؟ آگاتا، آگاتا، آگاتا. ملکه، خدمتکارا و نگهبانا که دیدن اونا به طرف آگاتا دویدن و پریدن تو بغلش، حسابی تعجب کردن. آگاتا، آگاتا، چه خبر شده؟ بنابراین آگاتا همه چیزو برای مادرش تعریف کرد. پادشاه هم که همون لحظه وارد اتاق شده بود، همون اندازه تعجب کرد. آگاتا دوباره همه چیزو برای پدرش تعریف کرد. شاهزاده خانم و پودلاش از اونجا دور شدن و همه با شگفتی اون منظره معجزه آسا رو تماشا کردن. یعنی واقعا ماه اومد؟ یه جوری میپرسی که انگار منم اونجا بودم. از اون لحظه به بعد با هر جو مرجی که شاهزاده خانم و پودلاش راه انداخته بودن و تو تمام قصر می‌دویدن، قصر دائما به هیاهو افتاده بود.
آگاتا و پودلاش جدا نشدنی بودن. حمله قلقلک! خدای منو بسه، قلقلکم ندین دیگه، ای پودلای شیطون. همه به جای خود، آماده؟ بپیش بپیش. خب قصه اینطوریه که روزی روزگاری پادشاه پودلای دوست داشتنی من، شب بخیر. شاهزاده خانم آگاتا خیلی با پودلاش خوشحال بود. با گذشت روزها شاهزاده خانم بیشتر به اونا وابسته شد و به جدایی از اونا هم فکر نمی کرد. حالا دور از قلمرو خطر تو تاریکی پدیدار شد. مورفیوس پادشاه شرور قلمروی همسایه نقشه حیله‌گرانه‌ای داشت تا به سولینا حمله کنه. سولینا به خواب رفته، الان بهترین وقت برای حمله است. سربازا حمله! و در عرض چند ساعت سولینا تو آتیش سوخت و مردمش به وحشت افتاد. طولی نکشید که مورفیوس و افرادش وارد قلعه شدن و نگهبانوی سلطنتی رو شکست دادن. نه! پادشاه بارنارد، قلمروی تو دیگه حالا مال منه. آدم شیطان صفت، فکر میکردم رابطه خوبی با هم داریم. تو رابطه خوب پادشاه خوب نمیسازه، باید نقشه خوب کشید. نگهبانا دستگیرشون کنین، اون وقت شاهزاده خانم کجاست؟ همین الان بیارینش پیش من. نه، به بچه‌ام رحم کنین. آه بله، اونم قراره با شما بندازم توی سیاجان. نگهبانم! نگهبانا فوراً با سرعت به طرف تالار شاهزاده خانم رفتن، ولی وقتی رسیدن دیدن اون تو اتاق نیست. شاهزاده خانم کجاست؟ دنبالش بگردیم. همونطور که اونا همه جا رو میگشتن، آگاتا و پودلاش آهسته یکی یکی افراد مورفیوس رو شکست میدادن. اونا دیگه چی هن؟ نه! قلقلکم نده! نه بس! وقتشه که شما رو ببرم! نه! اینا چی هن دیگه؟ آفرین پودلای من! ولی هنوز کافی نیست، باید کاری کنیم که ارتش بزرگ اونا رو شکست بدیم، وگرنه پدر و مادر من و مردم بیگناه دیگه طلوع خورشید فردا رو نمیبینن. جادو؟ جادو؟ آگاتا دستور بده، ما اجرا میکنیم فوراً. آره. و در همون لحظه آگاتا فهمید که پودلاش میخوان چیکار کنن و حرفای ماه توی ذهنش پیچید. ولی یادت باشه، اگه یه موقع حس کردی تو خطر بزرگی گرفتار شدی، میتونی از این پودلا کمک بخوای. اونا با سحر و جادو بهت کمک میکنن، ولی بعدش برای همیشه به اسباب بازی تبدیل میشن. همونطور که خودت گفتی، اگه چیزی رو بخوای باید در قبالش چیزی بپردازی. کاملا منصفانه است. نه، نمیتونم این کار رو بکنم. نمیتونم شما رو از دست بدم. پادشاه، ملکه، خطر! آگاتا روی زانوهاش افتاد و پودلاش رو تو آغوش گرفت. آگاتا دستور بده، ما جادو میکنیم. آگاتا به خرابی اطرافش یه نگاهی انداخت، به پدر و مادرش فکر کرد و با قلبی شکسته گفت: بسیار خوب، جادو کنی، پدر و مادر و قلم روی منو نجات بدی. شروع! نور درخشانی به چشمای آگاتا تابید و اونو لحظه کور کرد و زمانی که بالاخره تونست ببینه، دید که پودلاش دوباره تبدیل شدن به همون اسباب بازیایی که بودن. نه! همه افراد مورفیوس هوشیاری خودشون رو از دست دادن و افتادن روی زمین. چه اتفاقی داره میافته؟ مورفیوس حس کرد بدنش داره میلرزه و بعد با فریاد بلندی اونم افتاد روی زمین. پادشاه و ملکه متعجب بودن. پادشاه بدون اتلاف وقت به افرادش دستور داد که دشمن رو توی زندان بندازه.
در همون لحظه که سولینا از پیروزی غرق شادی بود، آگاتا گریه میکرد و پودلاش رو محکم توی آغوش گرفته بود. اینجاست آگاتا. ما پیروز شدیم، پس چرا داری گریه میکنی؟ پودلام. همه چیزو برای مادر و پدرش تعریف کرد. متاسفم عزیزم، ولی به کاری که برامون انجام دادی افتخار میکنم. تو شجاع بودی و تصمیم درستی گرفتی. بله، تو خوشحالی تو برای نجات قلم رو فدا کردی. و در همون لحظه ماه که همه چیزو تماشا کرده بود در مقابل اونا ظاهر شد. آگاتا. عمو ماه. کاری که کردی ستودنیه. من پودلاتو بهت پس میدم. فردا که بیدار بشی میبینی که اونا دوباره زنده شدن. چی؟ واقعا؟ بله، من باید برم، گرگا دارن زوزه میکشن. همونطور که حدس میزنید صبح روز بعد آگاتا با سر و صدا بیدار شد. بله، پودلا دوباره زنده شده بودن و آگاتا محکم اونا رو بغل کرد. گاهی بچه ها کارایی انجام میدن که بزرگتران نمیتونن. من اعلام میکنم که از حالا به بعد پودلا عضو خانواده سلطنتی میشن. واقعا؟ بله، اگه چیزی رو بخوای باید در قبالش چیزی پرداخت کنی. کاملا منصفانه است. Ha 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 ha